حوزه مد و لباس، حوزه فشن، حوزه ایست که همونطوری که شما اشاره کردید یک روایت نیاز داره دقیقا. و ما اگر صحبت از تمدن ایرانی اسلامی میکنیم و یک تمدن نوین رو رهبر معظم انقلاب از اون روایت میکنن، پس ما هم باید روایت رو در عناصر مختلف خصوصا سبک زندگی داشته باشیم. اخیرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی به تصویب اولیه رسید و به زودی انشالله مصوب میشه اون متن نهاییش. خب این تلاش دقیقا برای تدوین و به عبارتی ابلاغ همین روایت بوده به عنوان یه سند بالادستی، اینکه ما در رقابت یا در دفاع و تقابل و مواجهه با فرهنگ مهاجم یا فرهنگ رقیب یا در تعامل فرهنگی، این از این سه حوزه که خارج نیست، ما باید روایتی داشته باشیم، ما باید جهت رو بدونیم، من نقطه ثقله هامون رو هم بشناسیم، نقاط قوت و ضعفمون رو بشناسیم. اونجا دقیقا روی این به عبارتی معنا تأکید شده. خب بارها میشنویم که ما فرهنگ و تمدن حالا چند هزار ساله، حالا 5000 سال، 7000 سال و از تمدنهایی هستیم که پوشش در اون معنای به عبارتی عمیقی داره و دقیقی داره. پس یکی از ترجیع بندهای این روایت و نخ تسبیحه میشه پوشیدگی، فرهنگ پوشیدگی. لذا همچنان که در اون حالا اثر فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی هست، اینکه خود نام پوشش، نام لباس که چه در زبان فارسی چه در زبان دینی ما که زبان عربی هست، این برگرفته از همین فرهنگ پوشیدگیه. اما چگونه میخوایم مواجهه بکنیم با فشن که ذاتش نوآوریه؟ اینجاست که اون فرهنگ و تمدن دیرینه ما به کمک میاد به نام تنوع فرهنگی. اینکه شما در کشوری زیست بکنی، زندگی بکنی که رودوزی های پوشاک 250 نوعه، همچنین زیردوزی ها یک چیزی علاوه بر این میشه و لباس اقوام و شما به لحاظ قومیت سومین کشور در سطح دنیایی با این تنوع قومی. همه اینا میشه ظرفیت، همه اینا میشه نقطه ثقل و تکیهگاه شما برای یک پرش، یک گام بلند که بتونی این فرهنگ رو به اونهایی هم که میخوان این فرهنگ پوشیدگی رو داشته باشن شما حالا صادر بکنی، هدیه بکنی، ارائه بدی که اونها هم آشنا بشن. لذا اون روایتی که شما بفرمایید تنوع فرهنگی با نخ تسبیح پوشیدگی، فکر میکنم اینها دو تا مفهومیه که میتونه کمک بکنه. مثلا من یه موردشو بگم، ما یک رویداد بود، رفته بودیم به عبارتی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، شهر بغداد برگزار کرده بود در مورد لباس کودک و نوجوان. اونجا ما به عنوان مثال یک لباسی رو بردیم که روش نقش این کارتون ببعی و ببعو بود به عنوان یه شخصیت پردازی. تو یک سال و دو سال اخیر جزء 10 شخصیت برتر به عبارتی کودکان ماست الان ببعی ببعو، و قبل از اون دیگه حالا شخصیت های دیگری که نمیخوام اینجا ازش نام ببرم، ایش کدومش مال کشور ما نیست.